31 روز اردیبهشت ماه برابر با 21 می سال 1049 پیش از هجرت برابر با 427 پیش از میلاد، زادروز افلاطون، دانشمند بزرگ یونان باستان و دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سگانه یونانی که اندیشه هایش به ویژه در زمینه دموکراسی بیش از هر فیلسوف عهد باستان در شکل گرفتن افکار اندیشمندان قرون معاصر نقش داشته است. افلاطون شاگرد سقراط و معلم ارسطو و بنیادگذار مدرسه علوم، فلسفه و ادبیات بود. او را نخستین فیلسوفی می‌دانند که آثار مکتوبی از خود به جا گذاشته و مهمترین این آثار که همه به صورت مناظره هستند عبارتند از جمهوری، پوزش و ذات عدالت. از نگاه افلاطون فلسفه با داده‌های حسی تجربی، ذهنی، استدلال، تعقل و خردورزی سر و کار دارد و اساساً با مسائل احساسات درونی انسان‌ها و جنبه‌های رمانتیک یا خیال پردازانه و یا عاطفه انسانی ارتباطی ندارد و این در حالی است که از دید او دسته ای از هنرها با عالم تخیل، احساسات و عواطف در ارتباطند. بنابراین هنر دو گونه دارد: نخست هنرهایی که موضوعشان تنها زیبایی ظاهری هستند و کمک می کنند تا نفس انسان به وسیله آشنایی با زیبایی مطلق که نمادی از حقیقت مطلق هستند به جایگاه مکاشفه برسد. پس وی نسبت به این نوع از هنر هیچ مخالفتی ندارد، اما نوع دوم هنرهای توصیفی مانند ادبیات و نقاشی هستند که به شدت مورد انتقاد او می باشند، چرا که افلاطون کار این دست از هنرهای توصیفی را بیان و تجسم مشهودات و احساسات و عواطف درونی انسانها می داند. هرچند به زعم این فیلسوف بزرگ هر دو نوع هنر در صورتی که واجد موضوعات اخلاقی باشند برای آموزش و پرورش جوانان سودمندند، اما در کل هنرهای زیبا در آرمان شهر او جایی ندارند، زیرا که باور دارد کار هنرهای این چنینی بیان حقیقت نیست بلکه تقلیدی است از سایه ها. افلاطون همچنین معتقد بود که نخبگان هر جامعه باید حتما دارای سه خصلت، آگاهی، شجاعت و شناخت به فنون رزمی باشند و برجستگان یک ملت نیز به دو گروه، مردان عمل و مردان فکر تقسیم می شوند که جامعه باید از هر کدام در جای خود استفاده کند. او همچنین همواره روی مدیریت شایسته و استفاده بهینه یک جامعه از دانش، استعداد، لیاقت و مهارت اعضای خود تأکید بسیار کرده است. سال 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی، پالایشگاه تهران در 20 کیلومتری جنوب این شهر رسماً راه اندازی شد. هزینه ساخت این پالایشگاه در آن زمان 6630 میلیون ریال و ظرفیت آن در حدود 85000 بشکه در روز برآورد شده بود. همچنین پیش بینی شده بود که نفت خام مصرفی پالایشگاه توسط لوله‌ای به طول 750 کیلومتر از منابع نفتی اهواز تأمین شود.